سلام، به کلاس درس خوش اومدید. خب امروز میخوایم بحث در مورد دترمینان ماتریس های 3 در 3 رو با هم دیگه ادامه بدیم. اولین چیزی که میخوایم بهش نگاه بکنیم، میخوایم به دترمینان ماتریس های بالا مثلثی نگاهی بندازیم. پس ماتریس بالا مثلثی. خب حتما تعریف ماتریس بالا مثلثی رو یادتون هست. یا توی حالت کلی یه ماتریس آی 3 در 3 اگر داشته باشیم که بالا مثلثی باشه، یک همچین شکلی خواهد بود. مثلا درایه‌اش خواهند بود آ ب س 0 د ای و 0 0 و اف. پس همونطوری که طبق تعریفش میدونیم همه درایه های زیر قطر اصلیش 0 هستن. خب حالا بیایید دترمینان آ رو با همدیگه به دست بیاریم. دترمینان آ برابر با چی خواهد بود؟ خب رو کدوم سطح یا ستون به نظرتون بست بدیم کارمون راحت تره؟ خب همونطور که میدونید چون ستون اول آ و سطر سوم آ هر دوتا درایه 0 دارن، برامون خیلی راحت تر خواهد بود که روی ستون اول یا سطر سوم آ بستمون رو انجام بدیم. پس بیاید روی مثلا ستون اول آ بسته دترمینان رو بنویسیم. خب چی خواهیم داشت؟ خواهیم داشت دترمینان آ مساوی هستش با درایه 1 و 1 آ، یعنی آ کوچیک ضرب در -1 به توان 1 به علاوه 1 ضرب در دترمینان کهاد 1 و 1 ماتریس آ که هست دترمینان ببخشید من جا اشتباه نوشتم، دترمینان چه ماتریسی؟ ماتریس D, E, 0 و F. به علاوه دومین جمله چی خواهد بود؟ خواهد بود 0 ضرب در همسازه 2 و 1 ماتریس آ، آ 2 و 1 که خب ما دیگه اینو نمیخواد بنویسیم چون توی 0 ضرب خواهد شد، برابر با 0 خواهد بود. و جمله سوم هم خواهد بود 0 ضرب در همسازه 3 و 1 ماتریس آ. پس این دوتا جمله که 0 هستن و ما کاری به کارش نداریم و دترمینان این ماتریس چی خواهد بود؟ طبق تعریف خواهد بود د ضرب در اف منهای ای ضرب در 0، پس مساوی با دی اف خواهد بود. پس در کل دترمینان ماتریس آ برابر با چی خواهد بود؟ برابر خواهد بود با آ ضرب در -1 به توان 2 که میشه 1 ضرب در دترمینان این ماتریس هم که شد دی اف. پس برابر هست با چی؟ این دوتا جمله هم که چون 0 بودن گذاشتیمشون کنار. پس دترمینان ماتریس آ برابرش خواهد بود با آ دی اف. خب حالا اگه اینجا نگاه بکنیم آ ضرب در دی ضرب در اف چی هستش؟ در حقیقت حاصل ضرب اعضای روی قطر اصلی آ هستش دیگه، درسته؟ این چی بود؟ این قطر اصلی آ بود، درسته؟ پس میبینیم که دترمینان ماتریس آ برابر با حاصل ضرب اعضای قطر اصلیش شده برای یه ماتریس بالا مثلثی در حالت کلی. عین همین رو میتونیم برای ماتریس های پایین مثلثی هم اثبات بکنیم. اثبات دقیقا مشابهه، فقط به جای اینکه روی ستون اول بست بدیم یا روی سطر سوم، میتونیم دترمینان رو برای ماتریس پایین مثلثی رو سطر اول یا ستون سومش بست بدیم چون دو تا درایه 0 داره. و همچنین ماتریس های قطری هم چون یه جورایی هم بالا مثلثی و هم پایین مثلثی هستن، این قضیه براشون صدق میکنه. پس در کل خواهیم داشت چی؟ خواهیم داشت که دترمینان ماتریس های بالا مثلثی پایین مثلثی و قطری برابر با چی هستش؟ برابر با حاصل ضرب درایه های قطر اصلیشون هستش، درسته؟ این یک چیز خیلی به درد بخوریه که اگر خاطرتون باشه خیلی محاسباتتون رو برای به دست آوردن دترمینان ماتریس ها ساده میکنه. نکته دومی که میخوایم یکم راجبش صحبت بکنیم در مورد دترمینان حاصل ضرب دوتا ماتریس هستش. دترمینان حاصل ضرب دو ماتریس. دترمینان حاصل ضرب دو ماتریس میشه نشون داد که برابر هستش با، یعنی اگر ما یه ماتریس A و B داشته باشیم، دترمینان A ضرب در B برابر هستش با دترمینان A ضرب در دترمینان ماتریس B. این یکی از قضیه‌های خیلی اساسی جبر خطی هستش، اما چون اثباتش یک مقداری پیچیدگی داره ما خیلی دیگه وارد جزئیات اثباتش نمیشیم، فقط این چیزی هستش که بهتره به خاطرتون بسپارید. خب یکی از نتایج جالب این قضیه دترمینان حاصل ضرب دو ماتریس این هستش. بیاید فرض کنیم یه ماتریس A 3 در 3 داریم، A مساوی هستش با درایه های A و J داره و 3 در 3 هستش. ببخشید من خورده جا نشد که خوب بنویسمش. خب حالا اگر یک همچین ماتریسی رو داشته باشیم، آنگاه دترمینان ماتریس A به توان n مساوی خواهد بود با دترمینان ماتریس A به توان n برای هر عدد طبیعی n. پس برای هر عدد طبیعی n. خب این رو چطوری میتونیم با استفاده از قضیه بالا اثبات بکنیم؟ بیاید از n مساوی 2 شروع بکنیم. اگر n مساوی 2 باشه، قضیه به ما چی میگه؟ میگه که دترمینان ماتریس A به توان 2 برابر با چی هستش؟ خب A به توان 2 برابر با چی خودش؟ برابر هستش با A ضرب در A. درسته؟ خب حالا از قضیه بالا استفاده میکنیم، فقط A و B اینجا با هم مساوی هستند، جفتشون A هستند. پس دترمینان A ضرب در A مساوی باید باشه با دترمینان A ضرب در دترمینان A، درسته؟ که مساوی میشود با دترمینان A به توان 2، درسته؟ پس برای n مساوی 2 قضیه همون برقراره. حالا مثلا اگه بریم سراغ n مساوی 3 چی خواهیم داشت؟ خواهیم داشت دترمینان A به توان 3 که A به توان 3 خودش مساوی با چیه؟ مساوی با A به توان 2 ضرب در A هستش، درسته؟ حالا دوباره میایم از قضیه بالا استفاده میکنیم، منتها A و B رو فرض میکنیم یکیشون ماتریس A به توان 2 هستش و اون یکی ماتریس A هستش. پس این مساوی با چی میشه؟ میشه دترمینان A به توان 2 ضرب در دترمینان A. خب حالا اینجا میایم از این بالا استفاده میکنیم، دیدیم که دترمینان A به توان 2 خودش برابر با دترمینان A به توان 2 هستش، درسته؟ پس اولین جمله‌مون میشه طبق بالا دترمینان A به توان 2، دومی هم که خودش دترمینان A هستش. پس دترمینان A به توان 2 ضرب در دترمینان A میشود چی؟ میشود دترمینان A به توان 3. پس تونستیم برای n مساوی 2 قضیه‌مون رو اثبات بکنیم، برای n مساوی 3 اثبات بکنیم. به همین ترتیب n مساوی 4 و الی آخر هم به همین ترتیب میتونیم ادامه بدیم تا برای کلیه مقادیر n قضیه‌مون اثبات بشه، در حقیقت برای هر عدد طبیعی n. خب این هم از یه سری خواص کوچیک دترمینان که در موردش صحبت کردیم. جلسه بعد بحث در مورد دترمینان رو با هم دیگه ادامه میدیم. تو کلاس درس بعدی میبینمتون.